سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. بهتر از من در جریان هستین. فلسطین اشغالی در هفته گذشته شاهد یک تظاهرات میلیونی بود، تظاهراتی که در شبنامه ها کمی درباره صحبت کردیم و جمعیتی که به خیابان ها اومده بودن. برای چی به خیابان ها اومدن؟ اومدن فریاد بزنن بگن 313 روزه، 320 روزه، 330 روزه داری در غزه با تروریست ها می جنگی، ما از تو حمایت میکنیم، به پیش برو ای ارتش. اومدن اینا رو بگن؟ نه، اومده بودن بگه این چه وضعیتی، چرا تمومش نمی کنی؟ تا کی قراره وضع ما این شکلی باشه؟ تا کی قرار هست ادامه بدیم؟ چند تا کشور رو میتونید مثال بزنید که وسط یک دعوا و یک معرکه و یک جنگ تمام عیار این شکلی به جون همدیگه افتاده باشن؟ فقط صهیونیست‌ها این شکلی هن. فقط صهیونیست‌ها. میدونید چرا؟ چون ملت نیستن. ملت نیست. وقتی ملت نباشی این شکلی میشی. میخوایم بریم با هم بررسی کنیم ببینیم که از نگاه مقامات رژیم چه چیزایی اتفاق افتاده است، اوضاع چگونه است. این حرفا که میخوایم بشنویم صحبت های ایهود اولمرت هست. از این جهت این صحبت ها مهمه چون اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستیه. ببینیم او درباره آن چیزی که رخ داده است چه میگوید، آن را چگونه برداشت میکند. برمیگردیم، نکات ویژه‌ای دارم عرض خواهم کرد. So obviously there is a growing rage amongst millions of Israelis, not just among the families, about everyone. Yesterday more than 700,000 people across country, not just in Tel Aviv, were rioting and demonstrating. Imagine that this is like 10 million people in France would demonstrate in one evening all across France. I mean, this is a huge expression of discontent, of disappointment, of aggravation against the Israeli government. اجازه بخشی شما هم بررسی کنیم. میگه که بدیهی است که خشم فزاینده‌ای نه فقط در میان خانواده گروگان ها بلکه در میان میلیون ها اسرائیلی وجود دارد. بیش از 700,000 نفر نه فقط در تل آویو بلکه در سرتاسر فلسطین اشغالی شورش و تظاهرات کردند. 700,000 نفر. تصور کنید این رقم مانند 10 میلیون نفر در فرانسه است که در یک شب در سرتاسر فرانسه به خیابان آمدند. به لحاظ بحرانی بودن اوضاع داره توضیح میده. منظورم این است که این اعتراضات نشان دهنده یک نمایش بزرگ از ناامیدی و خشم و نارضایتی از دولت اسرائیل میباشد. حدود 1 میلیون نفرشون رفتن. چند هزار نفر این جنگ ازشون کشته و زخمی کرده. از 1 میلیون نفری که رفتن بخوایم عبور کنیم، چند صد هزار نفر وادار شدن خونه های خودشون رو ترک بکنن برن جاهای دیگه. 1 میلیون نفر اومدن کف خیابان ها. هیچ شباهتی به جایی که آرام است، به جایی که امنیت دارد، به جایی که میتواند خودش رو مدیریت بکند، جمع بکند، رژیم صهیونیستی در حال حاضر نداره. همه اینا رو برای ایران میخواستن، حالا برای رژیم در حال رخ دادن است. بریم ادامه‌اش رو ببینیم. برمی‌گردیم. There was obviously some very fiery debates within the security cabinet in the last few days, according to reports in the Israeli press. Defense Minister Yoav Gallant reportedly presented to the security cabinet a document detailing the consequences if such a deal was not reached, and he warned, according to the quotes of the documents, of an imminent deterioration into a multi-front war. He probably has in mind Lebanon. He probably has in mind Iran. How serious is this threat for Israel? خیلی خوب. چون سوال جدیدی پرسید، اجازه بدید بخشش رو با هم بررسی کنیم، بعد بریم ببینیم پاسخش چیه. میگه معتقدم که این تبدیل به یک اتفاق مهمی خواهد شد. این تظاهرات و اینا رو داره میگه. میگه نشون میده که ما داریم به سمت اتفاقات خاص حرکت میکنیم. اینا ما که قبلا هم اینا رو گفته بودیم. بله، این اتفاقا نشون میده که رژیم به سمت وحشتناکی در حرکت میباشد. خیلی ترسان که تو جنایت بری بکنی، بپذیری در دنیا به عنوان جنایتکار شناخته بشی، نه تنها بازی رو نتونی ببری، بلکه افکار عمومی وحشتناک علیهت باشه. قرار بود حماس رو نابود بکنی، حالا حماس رو به عنوان یک گروهی که به رسمیت شناختی داری باش گفتگو میکنی. بریم سوال کارشناس رو ببینیم. میگه طبق گزارش ها مطبوعات اسرائیل در چند روز گذشته، بحث های بسیار داغی داخل کابینه امنیتی وجود داشته. گالانت وزیر دفاع سندی را به کابینه ارائه داده
که عواقب عدم دستیابی به چنین توافقی را شرح داده است. او با توجه به اسناد و مدارک به بدتر شدن قریب الوقوع اوضاع جنگ در چند جبهه اشاره کرده. ادامهش رو ببینیم. بله، او احتمالاً لبنان و احتمالاً ایران را در نظر دارد. به نظر میرسد که تهدید چقدر برای اسرائیل جدی میباشد. میگه الان وقتی نشستن با خودشون صحبت کردن، به این جنبندی رسیدن که اگر به آتش بس نرسن اوضاع پیچیده تر میشه، از جبهه های دیگر تنش ها جدی تر میشه. اینا توی لبنان یک عملیاتی انجام دادن چند وقت پیش، مقاومت در پاسخ به اینا 100 تا موشک شلیک کرد. 100 تا موشک که 2-3 تاش فیلمش در اومده بود، همه جا آتش‌سوزی‌های مهیبی به راه انداخته بود. پله پله داره بازی علیه اینها پیچیده تر میشه. حالا نکتم کجا هست؟ نکتم اینجاست. میگه به نظرت ممکنه بری به سمت بحرانی تر شدن اوضاع؟ من قبل از اینکه بخوام پاسخش رو با هم مرور کنیم، ببینیم نخست وزیر رژیم چی میخواد به عنوان پاسخ به ما بگه، میخوام شما به این مسئله فکر بکنید. آقا مگه مجموعه تلاش‌های او قرار نبود به آرامش منجر بشه؟ به آوردن امنیت منجر بشه؟ این چجور مدیریت میدانی که هر چی جلوتر میریم عدم امنیت داره توش خودش رو بیشتر نشون میده؟ پاسخی رژیم برای این مسئله نداره. و عرض کردم خدمت شما، ترسناک‌ترین اتفاق برای یک گروه، برای یک رژیم، برای یک سیستم اینه که تو با یکی کلکل داری، بعد میگه اینا گزینه‌های مباداست. من در زمان مبادا به سمتش میرم. حالا نکتهش کجاست؟ نکتهش اینجا است که روز مبادا رسیده، تو اونا رو هم استفاده کردی هیچ به هیچ. بریم ادامهش رو ببینیم. برگرد. Fortunately it's serious. I do not sit in those meetings. As you know, I'm not in the government. And I know what it means when the Minister of Defense presents such a forecast. But if you ask me whether I can slide into such a confrontation that beyond control as a result of these desires, I'm afraid. And that can lead into such a terrible development, which will really threaten the very foundations of our lives. خیلی خوب، اجازه بدید بخشش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. میگه متاسفانه جدی است، من در آن جلسات حضور ندارم چون در دولت نیستم. اولمرت داره میگه این حرفایی که تو میگی که ممکنه مثلا فضا وحشتناک‌تر بشه جدی هست. مسائلی که داره مطرح میشه، من داخل جلسات نیستم. من میدانم وقتی وزیر دفاع چنین پیشبینی را ارائه میکند معنایش چیست. چرا میدونه معناش چیست؟ به خاطر اینکه مطمئن هست با توجه به اشرافی که داره به رژیم و مثلا وسطهایی که انجام دادن، میدونه حتما یه اتفاقی داره میفته. میگه اما اگر از من بپرسید که آیا میتوان به چنین جنگی رفت که خارج از کنترل باشد یا نه، من میترسم و این میتواند منجر به اتفاقات وحشتناکی شود که واقعا اساس زندگی ما را تهدید میکند. به عنوان یک مقام نظامی در رژیم صهیونیستی، میگه برداشت من اینه که ما اگر واقعیت داشته باشه بخوایم وارد همچین جنگی بشیم، وارد همچین درگیری بشیم، به این سمت حرکت بکنیم، توانه مقابله با این داستان رو نداریم، اوضاع برای ما پیچیده‌تر خواهد شد. بله، این واقعیتایی که به اصطلاح خودمون تقریبا برای همه عیان شده است. صهیونیست‌ها به سمت بحران پیش می‌روند در حالی که ارتششون توان مدیریت داستان رو نداره. این بخشی از قضیه است. بخش دیگر قضیه اینه که آمریکایی‌ها و گروه‌های از این دست هم دیگه توان حمایت از اینا رو ندارن. آمریکا اشاره کرده بود توی یکی از گزارشایی که کانال 13 رژیم هم بهش پرداخته بود، گفته بود تا کی ما ناوامون اینجا نگه داریم، خودمونم عملیات داریم، خودمونم برنامه داریم. اینم تصویر یکی از ناواشون زمانی که اینها از یمن خارجش کردن که بدنه به خوبی نشون بده چه اتفاقاتی برای اینها رخ داده. عرض میکنم خدمت شما، اوضاع برایشان پیچیده تر خواهد شد در شرایطی که رژیم برای یک جنگ تمام عیار در جایی بیرون از غزه هنوز پیشبینی نداره. چرا پیشبینی نداره؟ البته میگم پیشبینی نداره، منظورم که توان مدیریت و مقابله نداره، چون نیروی زمینیش مستهلک شده. نیروی زمینیش در جایی به نام غزه مستهلک شده. کمی صبر باشید، میریم جلوتر. به یاری حضرت الله این نکاتی که خدمت شما عرض کردم در میدان خودش را به شکل ویژه‌تری نشان خواهد داد. من نکته دیگری ندارم. اگر شما نکته‌ای داشتین، بحثی بود، حتما در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه‌های ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. یه نکته هم داخل پرانتز بگم تا یادم نرفته،
این اتفاقاتی که میبینیم در داخل فلسطین اشغالی داره رخ میده. الان بعضی از کارشناساشون از 1,000,000 تظاهر کننده میگن، ابراز نگرانی میکنن. اینا همه خروجی کار دو قطبی ساز هاست، خروجی کار افراطی هاست، خروجی کار عقده‌ای هاست. عقده‌ای ها، افراطی ها، دو قطبی ساز ها وقتی در یک سیستم به قدرت برسن، اینا تیم خودشون رو خراب میکنن. اول یه کاری میکنن همه دیدها به تیم اینا منفی بشه، این تیمشون منفور بشه، مردم به تیم اینا اعتماد نکنن. دوم کاری میکنن که مردم به جون هم بیفتن، شکاف زیاد بشه، اختلاف زیاد بشه، مردم سر بدیهی ترین چیزا، سر یه مسئله فرهنگی، سر یه مسئله اجتماعی بیفتن به جون همدیگه، با همدیگه درگیر بشن. ما اگر میبینیم در جوامع دیگر وضعیت به این شکله، مثال برای شما میزنم، الان شما آمریکا رو نگاه بکنید، توی آمریکا یا مثلا کشور کانادا یا فرانسه یا کشورهای دیگر، آقا فیلم از دعوا، از فوش و فوشکشی توی ایستگاه اتوبوس، توی مثلا مترو وجود داره یا نداره؟ بله وجود داره. چند تاش به این منجر میشود که یک موجی در شبکه‌های اجتماعی را بیفته، یه عده بگن مثلا حق با آقایه بود، یه سریا بگن حق با خانومه بود، یه سریا بگن نه آقایه درست رفتار کرد. اصلا همچین چیزی اتفاق نمیفته، اصلا همچین چیزی اتفاق نمیفته. این فیلم‌ها رو نگاه میکنن، سرگرم میشن و میزنن میره. تو ایران فضا چه شکلیه؟ اینا 300 و چند روز درگیر غزن، نمیتونن موج‌سازی بکنن در شبکه‌های اجتماعی ما. قبلش یه دونه فیلم برمی‌داشتن از یه دعوا مثلا توی یه ایستگاه اتوبوس در ایران، یه دونه دعوا تو مترو در ایران، نصف مردم طرف اینو میگرفتن در شبکه اجتماعی، نصف مردم طرف اون فضا دو قطبی میشد. غیر ما این شکلی شدیم یا نشدیم؟ اینا خیلی وحشتناکه، اینا خیلی وحشتناکه. عرض کردم از این فیلم‌ها، از این کلیپ‌ها که دعواهای مختلف هست در جوامع، توی کشورهای مختلف هست، با هیچ کدوم فضا دو قطبی نمیشه. مردم براشون عادی شده، نگاه میکنن و عبور میکنن میرن. ما عادت کردیم متاسفانه و فضای شبکه اجتماعی اونطوری شده که با ساده ترین موارد فضا رو دو قطبی میکنن. باید بسیار هوشیار بود، باید بسیار حواسمون جمع باشه نسبت به این مسئله. اینا درگیرن الان در جایی به نام غزه، اگر بتونن بعدش نمیاد دوباره در ایران بحران آفرینی بکنن، چالش آفرینی بکنن. تا جایی که امکانش هست باید بتونیم از دو قطبی سازی فاصله بگیریم. بعضی میگن آقا بعضی حرفا مهمه، یعنی نزنیم. نه، دو قطبی سازی میگه فضا رو تاریکی و نور نکن. مسئله که شما میخوای مطرح کنی مهمه، مسئله مهمت رو بیار در یک فضای غیر حیثیتی بحث بکن که آنجا بتوان صحبت کرد. اگر دو قطبیش بکنی، سیاهی و تاریکیش بکنی چی میشه؟ بن غفیر و اسموتریش و این وحشی هایی که بر اثر سوء تفاهم به قدرت رسیدن در فلسطین اشغالی، مردمشون انداختن به جون هم، ببین چی کار کردن. خروجیش 1,000,000 جمعیتی شد که اومد کف خیابونا. چون بحث دو قطبی و اینا هم یه خورده در شبکه‌های اجتماعی داغ شده و این چند وقت دارن در روی صحبت میکنن، من این نکات رو خدمت شما عرض میکنم. ببین، در مورد بحث کردن و اینا ما حرف نمیزنیم. ما به دوستان خودم، اونایی که باورمند هستن، اونایی که صحبت رهبری ایران براشون مهمه، میگن رهبری وقتی میاد میگه که مثلا توی دانشگاه‌ها کرسی آزاداندیشی را بندازید، کرسی را انداختن، پیش نیازش اینه که دو طرف بیان اصلا با هم بحث بکنن. پس اون مشکلی نداره با این داستان، اینو بد نمیدونه، اینو آسیب برای جامعه نمیدونه. اما همین آدم که میاد بر این تاکید میکنه، بر این گفتگو تاکید میکنه، بر این هم اشاره داره دو قطبی نسازی، خیر و شر نکنی، تاریکی و پیروز، تاریکی و نور نکنی. بعضی از کسانی که اینها ممکنه ظاهر محترمی هم پیش شما داشته باشن، اینا تو هیچ انتخاباتی نمیتونن پیروز بشن، مجبورن دو قطبی بسازن. شما هوشیار باشید تو این بازی نیفتی، چون این بازی فقط برای کشور ما هزینه سازه. نموناشو دارید میبینید الان تو فلسطین اشغالی، هر مسئله پیش میاد، وسط جنگه، وسط جنگ که مردم نمیان 1,000,000 کفه خیابونی، نه نمیتونه، این نمیتونه، این اوضاعش بحرانی شده، فضاش دو قطبی شده و دور کردنش از این فضا هم بسیار کار سختی میباشد. من وظیفه میدونستم به بهانه این برنامه اینها رو خدمت شما عرض کنم. نکته دیگر ندارم، اگر نکته بود در قالب پیام برای من بفرستید. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.